اشکان صفایی همکارم از حیفا در این ارتباط با ما همراه شده. اشکان بیشتر بشنویم از تو از آنچه که در مرز اسرائیل و لبنان در جریانه. بله، خب ساعتی پیش بود که این حمله راکتی به شمال اسرائیل انجام شد. آژیر خطر در چندین شهر در واقع از نزدیکی مرز با لبنان تا شهر اصفهان که تقریبا 13 کیلومتر با مرز فاصله داره به صدا در اومد. چندین راکت شلیک شد به سوی اسرائیل. دو ستایی از راکت ها در واقع به اهدافی برخورد کردند. خود ارتش اسرائیل گفته که یکی از جاهایی که هدف قرار داده بودند و در واقع از جنوب لبنان در شمال اسرائیل، مقر فرماندهی شمال ارتش اسرائیل در نزدیکی در کنار شهر اصفهان بوده. گفته میشه که برخی از راکت ها به در واقع به محوطه یا اطراف این مقر فرماندهی هم برخورد کردن، هرچند که در اونجا در واقع گزارشی از کشته شدن سربازان منتشر نشده از درون خود این مقر یا پایگاه، اما شماری از راکت ها یکی دو تای اونها هم به مناطق دیگری در از جمله درون شهر اصفهان برخورد کردند. در نتیجه این حمله راکتی ما میدونیم که یک نفر کشته شده، یک زن و 8 نفر هم زخمی شدند. در آغاز گفته شده بود که خطر مرگ هیچ کدام از زخمی ها را تهدید نمی کنه، اما دقایقی پیش یکی از زخمی ها در واقع بیمارستان رامبام در همین حیفا آورده شد در حالی که ترکشی درون جمجمش هست، باید حالا جراحی بشه یا در واقع تلاش ها برای اینکه جلوی در واقع کشته شدن او رو بگیرند از سوی پزشکان ادامه داره. در مقابل اسرائیل هم با آتش توپخانه به مواضع حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده. پس از این حمله ای که از جنوب لبنان به سمت اسرائیل شد، این حمله یک روز بعد از این رخ میده که در واقع حسن نصرالله هشدار داد، به نوعی تهدید کرد، گفت که اگر که اسرائیل عملیات خودش رو در جنوب لبنان گسترش بده، ما کاری میکنیم که نه فقط 10,000 اسرائیلی که الان از نزدیکی مرز با لبنان دور شدند و از خانه هاشون 4 ماه از آواره شدند وجود داشته باشن، بلکه 2 میلیون اسرائیلی به گفته او یا آواره بشن و یا مجبور بشن که درون پناهگاه ها زندگی کنن. باید گفت وزیر امنیت داخلی اسرائیل بن گویر که راستگرای افراطی است، بعد از این حمله امروز صبح گفت این به مثابه اعلام جنگ به اسرائیل بوده. متشکرم از توضیحات اشکان صفایی همکارم از حیفا اسرائیل همراه ما.